سلام عزیزان بیننده امیدوار هستم از جایی که هستید جور و صحتمند باشید به با همین امیدواری آغاز میکنیم برنامه امروزی خود را و در این برنامه من یک نوید خیلی مسرت بخش یک خبر بسیار خوش برای شما خوبان دارم و آن این که سرانجام دانشمندان در دانشگاه آکسفورد در کشور انگلستان یک نوع ادوی را دریافتند که میتونه بسیار خوب مریضان مبتلا به ویروس کرونا یا مرض کوید را تداوی کند که واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ می باشد و این تحقیقات توسط حکومت انگلستان حمایت می گردید و این دانشمندان برای از انجام یک سری تحقیقات و آزمایشات که حدود این ادویه را بالای حدود 5000 مریض تجویز کردن و نتایجش واقعا قناعت بخش بوده برای این دانشمندان امروز آمدن و این نتایج این تحقیقات را با تمام جانیان شریک ساختند این ادویه یک کلام ادویه جدید نیست البته در بازار و در تمام نقاط جهان به شکل به قدر کافی موجود است و همچنین یک ادویه بسیار ارزان می باشد که به نام دیکسامیتازون می باشد بله عزیزان ادویه دیکسامیتازون که یک ادویه انتی یا زدل تاپ می باشد این ادویه در نقاط مختلف بدن میشه استفاده شود از جمله یکی از خصوصیات بسیار امده از این ادویه <applause> کاهش پندگی او زایما در تومورای مغزی و تومورای ستون فقرات می باشد همچنان به خاطر کاهش التهاب در چشما از دکسامتوزون استفاده می شود و همچنان برای امراض آلرژیک یا استسیتی میشه از دوی استفاده کنیم و همچنان برای تداوی اسما یا نفس تنگی و همچنان تداوی بعضی هم, هم امراض جلدی از دکسامتازون استفاده می گردد چون قسمی که ما و شما می دانیم ویروس کرونا یک ویروس جدیدی است و دانشمندان نمی که کدام مدیا واقعا مستمر قرار میگیرد. یعنی که نتیجه خوب می داشته باشد بنابراین بر از این تقاط واقعا دریافتند که یدوی دکسامتازون حتی برای تداوی مریضان مبتلا به ویروس کرونا مستمر است فایده می داشته باشد و همچنان خصوصا این ادویه برای مریضانی که در مرحله شدید ویروس کرونا قرار می داشته باشند یعنی ضرورت به ونتیلاتور یا دستگاه اکسیژن مصنوعی می داشته باشند و همچنان اشخاص که با اکسیژن ضرورت می داشته باشند برای ای اشخاص بسیار خوب است در اون مرحله تجویز شود قصد قرار تحقیقات نشان می دهد که اشخاصی که به با با دستگاه تنفس مصنوی ضرورت می داشته باشند یعنی ونتیلاتور بر از تجویز این ادویه برای هشت نفر از اینا یک نفر از اینا از مرگ نجات یافتند و همچنان هم همین گونه اشخاصی که به اکسیژن ضرورت دارن بر از تجویز این برای 25 نفر از اونها از میان 25 نفر یک نفر از اینا از مرک نجات پیدا کرده این ادویه گفتم یک ادویه ارزان است در انگلستان حدود 6 پوند یک دوز از می باشه که حدود 6 8 دلار میگردد شاید در افغانستان نمیفهم دقیق قیمتش چند است شاید ارزان تر باشد و این ادویه برای در روز استفاده میگردد و میتواند که مریضان کوید 19 را تداوی کند Uh, خب uh, این بود برنامه امروزی امیدوار است مورد مندی شما قرار گرفته باشد اگر دوستان لطفا با دوستانتان شریک بسازین تا اما آگاه شوند و امیدوار هستم بسیار زود عزیزان در افغانستان نیز تداوی با دکسامیتوزون را آغاز نمایند تا مریضانی که در آلات شدید ویروس کرونا قرار دارند از مرک تا عده امکان نجات پیدا کنند تا برنامه بعدی که انشالله باز خدمت حاضر میشم شما رو به خداوند پاک میسپارم از جایی که هستید شاد و موفق باشید تا برنامه بعد خداحافظ